با درود و احترام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امروز در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای در رابطه با جلاد بزرگ قرن، یعنی صادق خلخالی یا خرخالی، که به نظر من اگر بگوییم خرخالی بهتر از خلخالی است، چون خلخالی که از شهرهای ایران هست و با بردن اسم این جلاد و این آدم شرور اسم خلخال رو هم خراب خواهیم کرد. پس بهتر است بگوییم خرخالی، یعنی خر خالی بود، واقعا اسمش برازندش هست، خرخالی. یکی از جنایت‌های وحشتناک خلخالی یا جلاد خمینی که کمتر به اون پرداخته شده، زجر کش کردن آذر است. آذر اسب اسم اسب شاه فقید ایران بود که خرخالی ابتدا پاهای این حیوان رو شکست، سپس چشمان این اسب را کور کرد و بعد از آن زبانش را برید و در آخر با تیر به سر حیوان او را کشت. خرخالی اسب شاه را اعدام نکرد، تیر باران هم نکرد، بلکه حیوان زبون بسته را شکنجه و سپس زجر کش کرد. و اما نکته بسیار مهم این که این شورش در شروع هیچ شخص و گروه سیاسی مخالف حکومت پیشین به چنین حرکت زشت و ناشایستی اعتراض نکرد و تازه از سوی طیف نیروهای روشنفکر مورد تشویق هم قرار گرفت. جهت اطلاع باید گفته بشه در صفحه شخصی شاهزاده رضا پهلوی هم این خبر در پیج شخصی در قسمت کامنت ها در پاسخ به یک هموطن اعلام کرده که قضاوت تاریخ در مورد خلخالی جانی، واقعا تاریخ این آدم رو به خوبی قضاوت کرده. فیلم اعدام اسب شاه فقید توسط خرخالی و فیلم های دیگری از مرگ خرخالی در بیمارستان و فیلم کرم افتادن خرخالی و لحظات آخر عمر او همیشه زبان زد خاص و عام هست. وی آرزو کرده بود که در حین جهاد بمیره، اما در بستر بیماری مرگ سراغش آمد و به اون شکلی که میگویند کرم زد و حرف هم نمیتونست بزنه از دنیا رفت و خداوند جزایی بهش داد که نه در این دنیا و در اون دنیا که اگر باشد، که من خودم اعتقادی به این چیزها ندارم، سزای عملش رو خواهد گرفت. مرگ خرخالی در 77 سالگی یادآور خاطراتی است که نمیتونیم اونها رو نادیده بگیریم. او قاضی اعدام لقب گرفته بود و از سال 1357 یا 1979 میلادی تبدیل به یک کتاز آدم کشی شد و اولین گام ها رو از پشت بام مدرسه رفاه برداشت که خمینی جلاد معروف در اونجا کلید آدم کشیش رو زده بود. حتی روزنامه گاردین درباره حاکم شهر می نویسد او پسر یک پیشور فقیر بود، جایی در نزدیکی خلخال، و برای همین هم به این نام مشهور شد. او نیز همچون افراد دیگر آن منطقه به مدارس مذهبی رفت که جایگزینی بود برای آموزش و پرورش، و از اون مدرسه در هیبت یک مرد آدمکش و مبارز برای عقیدش در دهه 50 بیرون اومد. او نیز همچون بخش اعظمی از روحانیان یا آخوندها مخالف سلطنت پهلوی بود. گاردین درباره حاکم شهر می نویسد او پسر یک پیشور فقیر بود، جا
جایی در نزدیکی خلخال. گاردین درباره حاکم شهر می نویسد او پسر یک پیشور فقیر بود جایی در نزدیکی خلخال و برای همین هم به این اسم مشهور شد. او نیز همچون مردان دیگری که در اون منطقه بودند دنبال مذهب بود. او بعد از ورود خمینی 5 روز گذشته بود که آیت الله خمینی از پاریس در 1979 آمد و اون رو حاکم شهر کرد و تا چند ماه بعد از انقلاب حدود 550 نفر بنابر حکم او و بدون اینکه فرصتی برای حضور وکیل و دادستان در اختیارشون قرار بگیره کشت و اونها رو به قول خودش اعدام انقلابی کرد. این روند ادامه داشت و قدرت مطلق او تا سالها ادامه داشت. در ماه می سال 1980 وی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر انتخاب شد و این اصلا به معنای کم شدن قدرت او نبود. او در طی چند هفته کارش رو شروع کرد و در طول همین چند هفته 127 نفر رو اعدام کرد که در پایان ماه اوت این تعداد به 200 نفر رسید و شنیده ها حاکی از این است که او در این میان احکامی رو هم برای زندانیان سیاسی چپ که اعتصاب غذا هم کرده بودند صادر کرد و با این حال این چیزی نبود که حاکم شهر رو راضی کنه و او در مجلس شورای اسلامی ایران استعفای خودش رو از این جهت اعلام کرد که با وجود حمایت‌های بنی صدر از قاضی یا قاضی اعدام حضور او در این سمت جدید حاشیه‌هایی رو به همراه داشت که دیگر فایده نداشت در سالهای بعد هم این روند ادامه داشته باشه و او معتقد بود که هر مسلمانی میتونه یک شاعر باشد و تشریفات دردسرساز برای اعدام و محاکم معاندین لازم نیست. یعنی میگفته که باید همین جوری هر دنبیل به قول معروف آدم ها رو برد و کش، فقط یک آخوند بگه این آدم کشه، این مجرمه، دیگه دادگاه و وکیل و اینها رو نیازی نیست. وی در سال 1363 یا 1982 خمینی فرمان 8 ماده‌ای صادر کرد که جلوی اعدام ها و احکام خشونت آمیز بی رویه و زیر پا گذاشتن حریم خصوصی مردم گرفته بشه. اینقدر آشور بوده که آشپز هم اعتراض کرده. اینقدر خلخالی کش که حتی خمینی در اون سال گفت باید جلوش گرفته بشه. اما میراث خلخالی همان محاکم اسلامی بود که دیگر کار خودش رو کرده بود. او دیگر قدرت سابق رو نداشت. در سال 65 به عنوان نماینده مردم قم به مجلس شورای اسلامی راه یافت و کمی بعد در سال 1989 یعنی سال 70 همزمان با فوت خمینی دوباره به چهره‌ای تأثیرگذار و انقلابی به قول خودشون نزدیک شد. او شاید می‌خواست به روزهای اوجش در ابتدای شورش بازگرده اما هرگز نتونست. حتی درست زمانی که تصمیم گرفت از موج اصلاح طلبی حمایت کند او در انزوای سیاسی مطلق قرار گرفت و کسی اونو تحویل نگرفت و آخرش هم به شکل فجیحی مرد. خشونتی که صادق خرخالی در یکی از گفتگوهاش بی هیچ پردپوشی به اون پرداخت اشاره کرد در یکی از شبهای بعد از اینکه با همکاران و محافظانم به خانم باز میگشتم تا شام بخورم از شیشه ماشین 2 نوجوان 15-16 ساله رو دیدم که داشتن چیزی رو رد و بدل می کردن. دستور دادم بازداشتشون کنم و بعد از دیدن داخل کیف یکی از اون بچه ها دیدم روزنامه مجاهدین خلق رو در کیفشونه. همونجا آن نوجوانی که روزنامه مجاهدین خلق همراهش بود رو با تیر خودم زدم و کشتم. اتفاقا هم از خانواده های مشهور قم بود و بعد به همراهانم گفتم که با این منافقین باید همین رفتار رو و همین برخورد رو انجام داد.
با این صحبت‌هایی که حتی در روزنامه گاردین، روزنامه انگلیسی‌ها که خودشون از کسانی بودند که آخوندها رو به ایران آوردند و شاه فقید رو مجبور کردند از ایران خارج بشه و بلایی سر مردم آوردند، یعنی بلای جمهوری اسلامی، که آدمی مثل خلخالی اینها تازه ازش این مطالب رو در روزنامه گاردین که ارگان رسمی شاه انگلستان هست رو نوشته است. یعنی در اصل اینقدر آشور بوده که آشپز انگلیسی هم اعتراض کرده به خشونت خلخالی. این خلخالی از جنایتکارترین افراده. شما وقتی ببینید که اسب شاه رو به این شکلی که گفتم کشت، زجر کش کرد، ببینید هیچ عاطفه ای و هیچ احساسی نداره. یک حیوان زبون بسته ای که نه شخص رو میشناسه، نه میدونه کسی که سوارش شده کیست. خلخالی اینقدر احمق بوده که به خاطر انتقامی که میخواست از شاه بگیره، اسب اون رو به این شکل کشت. حالا شما حساب کنید اگر شاه ایران، شاه فقید دست اینها می افتاد به چه شکلی برخورد می کردند و چگونه رفتار می کردند که خداوند شاه دوست داشت و به شکلی که دیدید، به شکل آبرومندی توسط دوستش انور سادات تشییع جنازه شد و به خاک سپرده شد و جسدش امانت در اونجا در مصر قرار داره که روزی به ایران بازگردد. این برنامه به خاطر نشان دادن جنایات این حکومت ضد مردمی است که این روزها به روزهای آخر زندگیش داره نزدیک میشه، ماهای آخر زندگیش رو میگذرونه و ما امیدواریم که در ماه آینده که سال روز مرگ دختر ایران مهسا امینی است، تکلیف این حکومت ظالم مشخص بشه. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو بنویسید، ما رو آگاه کنید و دیگران رو هم در نظرات شما شریک بنمایید. با سپاس از شما تا برنامه دیگر.